بخش امور دینی آستان مقدس عباسی تأکید کرد که پرسنل این بخش به شکل روزانه خدمات دینی، عقیدتی و فرهنگی متنوعی را به زائران حرم مطهر حضرت ابوالفضل العباس علیه السلام ارائه می کند. انور صباح الوان، معاون اداری رئیس این بخش گفت خدمات ارائه شده شامل پاسخگویی به سوالات دینی زائران، برپایی جلسه دینی پیش از نماز ظهر و عصر در صحن مطهر و ارائه شماره تلفن برای دریافت تماس‌های عموم مردم درباره سوالات شرعی است. الوان گفت این بخش همچنین کارگاه‌های آموزشی را برای پرسنل آستان مقدس عباسی در طول هفته برگزار می‌کند که در قالب برنامه آماده‌سازی کارکنان جدید است و در مجتمع شیخ کلینی برگزار می شود. خبری از فعالیت‌های شیعیان در آمریکا. روزنامه سولت لیک تریبون با انتشار گزارشی از موفقیت شیعیان آمریکا در جذب بودجه دولتی برای تبدیل کلیسا به مسجد خبر داد. در این گزارش آمده شیعیان در ایالت یوتا در شمال ایالات متحده آمریکا موفق شدند 250,000 دلار بودجه دولتی برای تبدیل یک کلیسا به مسجد جذب کنند. گفتنی است شیعیان تلاش کردند برای جلوگیری از تخریب ساختمان کلیسای قدیمی و تاریخی این ایالت، به دلیل قدمت آن ساختمان را خریداری کرده و بدون تخریب آن فضا را به مسجدی برای نماز خواندن و حسینیه‌ای برای برپای مراسم و شعائر حسینی تبدیل کنند. لازم به ذکر است این کلیسا در سال 1894 میلادی ساخته شده بود. رزاق السعداوی وزیر حمل و نقل عراق روز پنجشنبه اعلام کرد که برای تعیین مسیرها و ایستگاه‌های پروژه راه‌آهن بین عراق و ایران تلاش می‌کند. وزارت حمل و نقل عراق در بیانیه‌ای که یک نسخه از آن به دست خبرگزاری اخبار شیعه رسید اعلام کرد، رزاق السعداوی وزیر حمل و نقل عراق به عنوان بخشی از سفرهای میدانی خود برای پیگیری پروژه‌های این وزارتخانه در استان بصره از بندر شلمچه بازدید کرد تا درباره جزئیات و الزامات اتصال ریلی برای جابجایی مسافران با همتای ایرانی خود گفتگو کند. السعداوی تصریح کرد در حال حاضر این وزارتخانه در حال کار بر روی تعیین مسیرها، پلها و ایستگاه‌های ابتدایی و انتهایی پروژه است. به گزارش خبرگزاری اخبار شیعه، به نقل از SF، دانشمندان در حال توسعه یک ماشین حساب پیشرفته برای تخمین احتمال زنده ماندن در برابر سرطان هستند که از قدرت هوش مصنوعی برای ارائه تخمین‌های بسیار دقیق و امیدبخش برای بیماران مبتلا به سرطان پستان، تیروئید و پانکراس استفاده می‌کند. از لحاظ تاریخی، پیش‌بینی میزان بقا در بیماران سرطانی اساساً بر اساس مرحله بیماری بوده است. محققان متمایز بودن ماشین حساب بقای سرطان را مورد تأکید قرار می‌دهند. این ماشین حساب نشانگرهای تومور خاص و عوامل درمانی را در نظر می‌گیرد که بر آینده بیمار تأثیر می‌گذارد و بسیاری از ابزارهای امروزی از آنها غفلت می‌کنند. این یافته‌ها قرار است در کنگره سالانه بالینی کالج جراحان آمریکا ACS در بوستون، ماساچوست ارائه شود. خبری از فلسطین. دفتر سازمان ملل برای امور هماهنگی‌های انسانی روز شنبه 29 مهر از آوارگی دست کم 1.4 میلیون فلسطینی در غزه خبر داده است. در گزارش این سازمان آمده که از این تعداد 554,000 نفر در 147 پناهگاه اضطراری سازمان ملل اسکان داده شدند. طبق این گزارش، دفتر هماهنگی‌های انسانی سازمان ملل
قطع برق و ممنوعیت واردات سوخت به غزه و عدم دسترسی به آب آشامیدنی را عامل به خطر انداختن سلامت آوارگان در این منطقه و ابتلا به بیماری‌های عفونی و تب اعلام کرد. از سوی دیگر منابع خبری اعلام کردند گذرگاه رفح میان مصر و غزه برای عبور کامیون‌ها و تریلی‌های حامل کمک‌های انسانی به صورت موقت باز شده است. و ما خبر آخر، هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یوناما میگوید که افغانستان کمترین سهم را در تغییرات اقلیمی دارد اما بیشتر در معرض خطر است. یوناما در هفته جهانی تغییر اقلیم خاطر نشان می کند که افغانستان یک وضعیت شدید تغییر آب و هوا به ویژه سیل، خشکسالی و طوفان‌های ریگی و گرد و غبار را تجربه می‌کند. به گفته یوناما، افغانستان در شاخص جهانی در ردیف هشتم کشورهای آسیب پذیر بوده که کمتر آمادگی برای تغییر اقلیم دارد. سال گذشته این کشور بدترین خشکسالی را در 30 سال اخیر تجربه کرده است. به گفته یوناما، بیشترین آسیب متوجه جوامع روستایی، زنان و کودکان است.